لباس ایرانم، سامان نریمانم، کوروش نمیمیرم تا من نگهبانم، ایرانو بربادش ندیم. خوشید و بردن به شب سپردن دور از تو و من، یک بار دیگه چشمان مردم تاریک و کم سو، این بیگناهان چه ها کشیدن زیر بار اندوه. ای پس تو ای ایران ما، میراث قوم آریا، باز پشت و پشت آشد ملت ازاد آشد، در پی آزادی حتر گرفتار شد، ایران و بربادش ندیم هی، ملت و آزارش ندیم هی. درود بر هموطنان عزیز، من سیاوش امانی هستم، امشب در خدمت شما. امروز روز سه‌شنبه فوریه 14/2012 هست، ساعت 4 به وقت کالیفرنیا، ساعت 7 شب به وقت فلوریدا و ساعت 1 صبح به وقت اروپا و ساعت 3:30 شب به وقت ایران عزیزمون هست. امیدوارم تندرست باشید و امروز روز فوریه که ولنتاینز هست و همه از روز عشق رو شما میدونید، همه خبر دارید که هر کسی که عاشق و هر کسی هست مهم نیست کی باشه، امروز برای همدیگه کادو میدن، بول میدن، نهار میخورن، شام میخورن و خوشی و با خنده همدیگه رو درک میکنن که به همدیگه بگن که ما عاشق شما هست و هپی ولنتاینز تو به همه تو. و چقدر جالبه که یک همچه روزایی ما دوستان سعی میکنیم یاد بگیریم، اگر هم از کشور دیگه مثل آمریکا اومده باشه این روزو، ولی ایرانی ها چون عشق و زیبایی رو دوست دارن پذیرفتن. فکر کنم خیلی بهتر از عید قربان هست، مثلا عید کشتن هست یا عید سربری هست، حیوان بدبخت رو میکشن و میگن عید قربان، عید کشتن، فکر کنم خیلی بهتر هست. حالا ما برنامه رو شروع میکنیم، برنامه فشرده ای هست، با هم میریم. قربتون میدم که خسته نمیشید به خاطر اینکه ویدیوهای کلیپای خیلی خوبی هست، خبرها خیلی خوبه و امیدوارم که بتونم با شما در یک ساعت در کنارتون باشم. عزیزانم، اول قبل از که برنامه رو شروع بکنم میخوام سپاسگزاری کنم از طرف خودم به اون دوستانی که دیروز پیروز زنگ زدن به خانم عبدی و $5,000 کمک کردن به این سنگر، ازشون هر کس هستن واقعا من شخصا سپاسگزارم که این لطف رو میکنن و واقعا آسین زدن بالا و بغل آقای وطنخواه ایستادن و نمیذارن که آقای وطنخواه فشارش زیاد روی دوشش باشه. و هر کسی هستید واقعا عشق رو واقعا به ما دادی امروز و من سپاسگزارم. و از آقای توکلی رادیو هیستن سپاسگزارم که برنامه تمام تلویزیون ایران آریایی پخش میکنه و سعی میکنه از طریق این رادیویی که هست و سنگر خودش هست
با جمهوری اسلامی میجنگه و صدای تمام بهترین ها رو در ایران پخش میکنه که اگر خواهشن www.hriht.com تشریف ببرید پیدا میکنید و امیدوارم آقای توکلی هم تنها نذارید و سپورت کنید و در کنارشون باشید. عزیزان من، خبرهای خوبی که بگم، جمهوری اسلامی اولین سنگری که شکست خورد جمهوری اسلامی بود و روز 22 بهمنشون به لژن کشیده شد، اصلا به آشغال کشیده شد. مردم هیچ نه تره خورد کردن نه پن بارشون کردن. خیلی ساده بگم این سنگر اول خاکریز شکسته شد و فکر کردن که سنگر دوم خاکریزشون که دومین سنگرشون باشه که همون اصلاح طلبان یا موسوی و کروبی درست کردن و این استفراغ و خودشون از دل جمهوری اسلامی اومده بیرون که اگر این سنگر شکست خورد، سنگر دوم خاکریز دوم در ملت رو سرگرم بکنن و شاید در این خاکریز دوم ملت رو نگر دارن برای 30 سال دیگه یا 20 سال دیگه که تلویزیون های لس آنجلس خیلی کمکشون کردن، به دادشون رسیدن و 25 بهمن رو بزرگ کردن، داد زدن، اینجوریش کردن، عکس گذاشتن. خیلی دیدیم دیگه که مزدورا پول گرفتن که برای 25 بهمن هم بیانو بگن که به به ببینید اینا این ملت در پشت این سنگر خاکریز ایستادن و مثلا کروبی رو میخوان یا موسوی رو میخوان یا اصلاح طلبان و خوشبختانه این سنگر هم خاکریز ملت گرفته شد و تموم شد و اصلاح طلبان خواهش میکنن دیگه اونایی که طرفدار اصلاح طلبان بودن، بچه های جوان، متوجه بشین که اینا داشتن شما رو گول میزدن و داشتن شما رو منحرف میکردن، میخواستن پشت این سنگر، پشت این خاکریز شما رو میخواستن یه 25 سال دیگه نگرتون بدارن که دیگه اون موقع از ایران هیچی نمیمون و برای همیشه خودمون تحویل خاک رو میدادیم بهشون، میرفتیم چون به دیگه نه دشتی بود، نه کشاورزی بود، نه باقی هست، نه جنگلی هست، نه مدرسه‌ای هست، نه خیابون، نمیدونم رودخونه‌ای، الان رودخانه‌های کابل و در اصفهان خوش شده دیگه، 25 سال دیگه هیچی نمیدونم. و این سنگر هم در روز 25 بهمن شکسته شد. شرمان اون تلویزیون های لس آنجلسی که مردم رو سر کردن گول بزنن، ولی مردم با گوشی خودشون رو نشون دادن و عده‌ای هم که رفتن بیرون واقعا باشون مبارزه کردن و مرگ بر دیکتاتور گفتن، اسم موسوی الاغ هم نیوردن، کاملا مشخص شد که کار تمومه و این خاکریز دوم شکسته شد دیگه، الان خاکریزی ندارن. برای همینه شروع کردن بمبگذاری در اینور اونور بریزن و با قول معروف دومش رو تکون بده که اسرائیل حمله کنه و شروع کنن از طریق جنگ، شاید بتونن بمونن 25 سال دیگه از طریق جنگ بمونن. برای همینه اولین بار شما متوجه شدید اسم ایرانی به عنوان تروریست، به عنوان خودکشی، به عنوان خودش رو بمبگذار، هر چیزی صداش بزنید اعلام شد. ایرانی ها در تایلند شروع کردن بمبگذاری به کی؟ به دیپلمات های اسرائیل و این باعث بشه که جرقه بشه که واقعا تمام دنیا بهش حمله کنه و قبول کنن که حمله کنن، شاید اینجوری بتونن نگرش دارن دیگه، بتونن این به این صورت نگردن. برای همین اولین بار به عنوان کسی که تروریسته و بمب به خودش بسته اسم ایرانی رو میاره. حالا معلوم است عرب هم هست، ممکنه سوریه باشه، ممکنه لیبی باشه، ممکنه افغانی باشه، ممکنه هر کسی باشه، ایرانی هم نباشه، یه پاسپورت ایرانی هم بهش بدن که به اسم ایرانی تمومش بکنن و اینجا بتونن یک گونه باشه برای اسرائیل یا کشورهای دیگه حمله بکنن. که الان هم که ببینین چین هم در این طرف اون طرف در اروپا و در آمریکا در حضور دارن که اگر حمله بشه اونا ساکت بشینن و جنگ جهانی سوم ایجاد نشه و بتونن یک اون هدفان خودشون رو بزنن و جمهوری اسلامی رو نگه دارن برای 25 سال تا 30 سال و این بازی که قشنگ مشخصه مثل بلک اند وایت و مطمئن باشن اگر اسرائیل هم حمله کنه به ایران، جمهوری اسلامی بعدش میگه شراب زهر رو میخورم، لیوانش زهر رو میخورم، غلط کردیم و یا اینکه 4 تا بمب میذاره توی یه پارک
پاکستان و افغانستان، چهار تا شیعه رو میکشه، چهار تا سنی رو میکشه، یعنی دارن مبارزه میکنن با اسرائیل و یه جوری تمومش میکنن و بعد میبرن اینا. اینو واقعا مواظب باشیم که این هدفشون که هر جوری شده نگردارن این جمهوری اسلامی رو، ما ملت ایران باید این هدفشو، هدف این کارو که در مایندشون هست، در مغزشون هست، خونسا بکنیم و خودمون کشور رو دست بگیریم و به دنیا نشون بدیم که مثل سوریه که گول این باطل است، این خیال باطل است. از این هم چون برنامه فشرده است، امیدوارم متوجه بشیم که باید سریع دیگه دست از این خاکریز ریخته شد. خاکریز اول تموم شد، 22 بهمن نشون داده شد به دنیا که اینا هیچ کسی اصلا محلش نمیدن، حتی قوای خودشون هم نتونستن بیارن، حتی افراد خودشون هم نتونستن بیارن، افراد پاسدار و فامیلاشون هم هر کد هر سال میمونن دیگه قبول نکردن و 25 هم نشون داد به دنیا که اینا به قول معروف فینیتو هم تموم شد. موسوی و کروبی هم رفت روی سطح آشغالی تاریخ. برای همیشه حالا پول میدن اخبارهای دیگه تو تلویزیونهای دیگه اخبارشون رو یکم کردی میکنن که موسوی میکنن دیگه، پولای زیادی هست که پخش میکنن، ببینن تا چه حدی میتونن برن جلو. من میخوام یه عکس رو به شما نشون بدم و امیدوارم که این خبری که از بچه ها از ایران به من زنگ زدن و صحبت کردیم در این موضوع، میخوام با شما یک موضوع بسیار تریکی رو به شما بگم و کار جمهوری اسلامی همیشه دور به هم زنی و همیشه وقتی دور به هم زنی بکنه، این یکی از کلک های بسیار تکنیکی جمهوری اسلامی و اسلامی هاست که این روح این دور به هم زنی رو از اون کتاب مقدسشون هست، قشنگ توش نوشته که چجوری این تکنیک رو انجام بده. و این تکنیک اینه که دور به هم زنی کنن و مردم با مردم با همدیگه بد باشن. شما هم که در این 33 ساله خودتون با بقول معروف اکسپیرینس شد دارید، یعنی دیدیم جمهوری اسلامی چجوری تفرقه میندازه بین فامیل و خودمون و خودشون و شرکت و رئیس و هر کسی، بچه و معلم و بچه و همه اینا، سیاستمدارا، حزبای گروه سیاسی، خودتون متوجه شده این تکنیک رو خیلی قشنگ استفاده کرده و امیدوارم که از این تکنیکش به علیه خودش استفاده بکنیم که شده و خودشون دارن پاشیده میشن به هم. امیدوارم این عکس ها رو نشون بدین، همه تون ناراحت هستین که چرا این، اگر سیاوش جان عکس ها شروع بشه شماره یک شروع کنیم، نگاه کنیم، واقعا نگاه کنیم به صورت این بانو، نگاه کنید واقعا صورتشون، فیسشون، میکابشون، آرایششون، موهاشون، واقعا خوب نگاهش کنید، واقعا خوب نگاهش کنید. آیا شما فکر میکنید این بانو با این آقای پسر که بغل همه اینا، از اینا واقعا خامنه‌ای رو دوست دارن؟ یعنی شعورشون انقدر رسیده به اینجا رسیده که مثلا خامنه‌ای و خمینی رو بغل هم بگیرن؟ آقایون، خانوما، هموطنان عزیز، اینا بیچاره ها دو ماه پیش، یه هفته پیش، سه هفته پیش برمان نمیدونم موهات چرا معلومه، چرا ناخونت اینجوریه، چرا لباست اینجوریه، چرا شلوارت اینجوریه، اینا رو گرفتن بردن کمیته. بهشون سه تا راه میده، یا پول باید بدی، جریمه سنگین که ندارن بدن، یا شلاق باید بخوری. راه سومش، اگر میخوای آزاد بشی، کاری نداشته باشیم، روز راهپیمایی بیار اینجا با همین لباس، با همین شکل، 4 ساعت 5 ساعت برای ما عکس رو بگیر، تو خیابون راه برو و ما و فلان مسجد برو، کاغذ آزادی تو بگیر و برو. بعدا شماها ماها نگاه میکنیم میگیم اه این چرا اینجوری میکنن، این خانم متوجه نیست خامنه‌ای چه اولاقیه، چه کثافتیه، چه عقب‌مونده، چرا اینا مجبورن که این کارو بکنن که کتک و یا شلاق نخورن یا جریمه ندن، برای اینا 3 ساعت 4 ساعت در این خیابون راه برن و شما هم بودی این کارو میکردید. شماره دوش نگاه کنید، شما هم بودید این رو کارو میکردید، مجبورت میکردن که این عکس رو بگیر و برو برای تو خیابون، مجبورت میکنن که شلاق نخوری. این قانون اسلامه که میگه که یا مسلمون بشه، اون زمان 1400 سال با پدر مادرمونم همین کار کردن، یا مسلمون باش یا به ما پول بده یا که کشته شو. دقیقا این قانون رو با این بچه های دختران زیبای آریایی ببین چی کار کردن و ما ها نباید این کار باشون بیافتیم. اینا هم شما هم بودید حتما این کار رو میکردن. این نشون میده که جمهوری اسلامی برشکست شده،
یعنی داغون شده دیگه، کسی دیگه نمیتونه بیاره، مجبور این دخترها رو بگیره و نشون بده به دنیا، چون از اون امتشون که نمیتونن استفاده کنن، چون دنیا میدونن امتشون مغزی نداره، میدونن مغزشون شستشو شده، مجبور این دخترهایی که دخترهای ایرانی هستن و آریایی هستن و به آزادی و با دوست دارن و اصلا اینا رو دوست ندارن، نشون بده که نه نگاه کنید اینا این همچین اشخاصی، همچین افکاری هم با جمهوری اسلامی خیلی هم خوب هم خاملی هم درست دوست دارن. نگاه کنید نکس بعدی رو خواهش میکنم، نگاه کنید بچه ها، اینا امکان نداره اینا اصلا جمهوری اسلامی رو تبه برشون بار کنن یا خورد کنن، امکان نداره اصلا بهشون میاد. نگاه کنید نکس رو، اینا یعنی اینا رفتن برای خودشون عکس پیدا کردن و پیدا کردن، معلومه با اون تلفن زدنشون، معلومه با قیافاشون اصلا براشون مهم نیست، فقط میخواستن شلاق نخورن 75 تا یا اینکه خسارت مالی ندن. اینا تکنیک اینه که شما بدبین بشین با این ملت ایران. اینا ملت ایران هستن و هیچ محل ندارن، ولی من تو هم بودی، شما هم بودین، حتما این کارو میکردین. نگاه کنید عکس بعدی رو، نگاه کنید عکسای بعدی رو، فکر میکنم عکس بعدی چیز باشه، با موز باشه که دارن موز میگیرن یا میوه دستشونه، درسته سیاه باشه؟ نه اینکه همون بچه های ایرانی هستن. بعد نگاه کنید اصلا اینا مجبور، اینا به خاطر اینکه حجابشون رو به عنوان هر گونه گرفتن بردنشون و گذاشتن که اگر تو میخوای شلاق نخوری یا جریمه بدی باید فلان روز بیه به آزادی تو برای 3 ساعت 4 ساعت تو خیابون باشه، و اگرشون هم خواستن با همین لباس بیای، با همین قیافه بیای، نه که بری با یه چادر بیای، میخواستن با همین قیافه بیان و نشون بدن به دنیا و اینا استفاده بکنن. اینا نگاه کنید اینا، شما وقتی ملتی که گرسنه هست و تشنه هست و پول نداره و فقیره و میوه گیرش نمیاد، تو هم بودی، منم بودم، برای بچه‌م همین کارو میکردم. هموطن عزیز به اینا فحش ندین، ناراحت نشین، سانیس خورن اینا مجبوره بچه‌شو امشب یک موز بش بده، چون نخود نداره بش بده دیگه، مجبوره بره چهار تا از اینا اون جنس جیم کنه برای بچه‌ش. اگر شما هم بودین در ایران، باورم بکنید در موقعیت این شخص بودین، شما هم این کارو میکردید. و جمهوری اسلامی میدونه گرسنه نگرشون داشته، ولی بهشون موز و پرتقال بده به این بچه ملت. شما هم بودیم، من هم بودم، این کارو میکردیم. نگاه کنید عکس بعدی رو، جعبه رو نگاه کنید، تعدادی که مردم نیومدن و برای اینا سپورتشون نکردن، ببینید با سانیسا رو با جعبه میدن دیگه، دونه دونه نمیدن، چون زشت تمام کامیون رو برگردونن به پادگان ها یا به جای دیگه، مجبورن با جعبه جعبه رد کنن دیگه. نگاه کنید یعنی شکستشون رو نگاه کنید، شکستی که حتی خود پاسدارا و بسیجی ها پهن برای اینا نمی کنن، باورم بکنید خودشون هم میدونن، برای همین بمب شروع کردن، بمب گذاری در این شهر و در اون کشور برای دیپلمات های نمیدونم اسرائیلی. چرا؟ جنگ با وحده تنها راهشون رو دیگه، الان جنگه. تلویزیون های دیگه برای شما باید شفاف کار کنیم، بیایم شفاف کار کنیم و یه دنبال رهبر بگردیم. خیلی جالبه تلویزیون های دیگه منتظر شفاف کار کردن و رهبر جور کردن، هر روزی هر ثانیه‌ای میتونن حمله کنن به ایران. مگه امروز اعلام نکرد؟ مگه امروز اعلام نکردن اسرائیل شوروی وزیر دفاعش گفت غده سرطانی در ایران هست؟ چرا این حرفو زدن؟ شما میشینید عقب و سرشون رو ببرید. سر کیا؟ ملت ایران، نه اومد. نگاه کنید عکسای بعدی رو، نگاه کنید، خجالت آوره. نگاه کنید خوب ملت، در زمان قدیم و در زمان حالا. این عکس بعدی خیلی جالبه، به خاطر اینکه به امت اولادشون نشون بدن که دانشمندا با ما هستن، برمیدارن یک دختر یا یک لباس یک چت سفید میذارن روش، نمیشه من دانشمند هستم. میبینید؟ میبینید من دانشمند هستم که مردم بگن واو نگاه کن، ما بس ما خر نیستیم، این دانشمنده، اینم حتما دیگه میدونه این خامنه ای چقدر خوبه.
یادتونه زمان پادشاه روز انقلاب سفید هر راهپیمایی میکردن تمام دستاها به صورت منظم تابلو داشتن و میگفتن این مال حزب فلانه یا از کارخونه عراق تراکتورسازی بانک ملی و افراد بانک ملی یا هر کسی پشت اون برانکاتش بودن در پشت اون ساین بودن و جرجه میرفتن معلم بودن دانشجو بودن دانشگاه بودن هر طبقه منظم رد میشدن اینا نتونستن حتی نشون بدن که کارخونه فلان اومده طرفدار جمهوری اسلامی یا بانک فلان افرادش میاد بگن آقا طرفدار فلان جا یا ارتش فلان یا نمیدونم دانشگاه اونجا دانشگاه اونجا نمیدونم یک مش ملت ریختن یک لباس یک چیپ تنش کردن این دانشمنده که امتش بگه نگاه کن واو من بس خر نیستم اینم دانشمنده و داره میاد تو خیابون چجوری گول میزنن شما رو وقتی میگیم شیطانه شما متوجه نمیشین شیطانه نگاه کنید تو رو با اون شرفتون عکس آخریش رو نگاه کنید نگاه کنید به این عکس آخری تو رو با اون شرف اصلا برای پرچم جمهوری اسلامی پهن بارش نمی کنه به عنوان یک سبتی ازش استفاده می کنه شما یک ایرانی وجدانه نگاه کنید تو این چندین سال یک ایرانی کی با پرچم شیر خورشید این کار کرده کی به پرچم شیر خورشید اینقدر بی احترامی شده باشه نگاه کنید و این قشنگ ثابت کرد به دنیا که اصلا جمهوری اسلامی هم پهن بارش نمی کنن این هم پرچمش ناراحت نشین که رفتن چهار تا موز گرفتن یا چهار تا دختر خوشگل میبینین بیچاره چون آریایی هستن به خاطر موش به خاطر سگ که تو خیابو سگ داشته گرفتنش گفتن باید یه قدم بزنی که سگتو میکشی باورم بکن مجبوره بره شکست جمهوری اسلامی و شکست اصلاح طلبان تبریک به همه ملت ایران تبریک میگم واقعا تبریک میگم درود بر همه تو درود بر همه تو این خردتونه که باز شده بریم شماره یک رو نگاه کنیم یک ویدیو کلیپی میخوام نشون بدم که مال خود تظاهرات خود جمهوری اسلامی از مال کرج هست بارها پخش شده ولی میخوام بگم شما خوب نگاه کنید هیچ از طرف هیچ شرکتی سیراجا میتونی پخشش کنی اگه صدا من پخش بشه بله نگاه کنید از طرف هیچ شرکتی چی بانکی نمیدونم چه نمیدونم کارخونه کفش‌سازی نمیدونم پارچه‌سازی نمیدونم قالی‌سازی که بیان منظم بیان و بگه طرفدار ما طرفدار شما هستیم ندارن ببینید مثل گوسفند دارن بار میکنن میبرن یادتونه زمان پادشاه فقیه یادتونه چجوری بود چقدر منظم بودن تمام از هر قشری می اومدن و تابلو داشتن ما از کجا اومدیم و از چه شرکتی اومدیم ولی نگاه کنید گوسفندا رو باور کنید اینا هم بدبختن اینا هم گیر کردن از گرسنگی میارنشون تو خیابون بهشون گفتن به وقتی اومدیم فلانجا بهتون روز میدیم چهار تا سرویس میدیم باورم بکنید سقوط کرد جمهوری اسلامی خاکریز اولش شکسته شد و خاکریز دومش هم شکسته شد هیچ راهی نداره که دومش رو تکون بده برای جنگ بزرگ که اگه حمله شد هیچ کشوری نه شوروی نه چین حمله کنه به جنگ جهانی سوم درست نشه فقط بیان ایران رو بکوبن و برن اگه ملت بلند شدن نشدن برای اونا who cares ملت شما چه فکر میکنید؟ تا اینجا که آگاه شدید میخواید چی کار کنید؟ میخواید چی کار کنید؟ آگاه که شدید موسوی آداختی تو صداش خالی باورتون نمیشه فیلم بعدی رو میبینی؟ اگر بشه اول یک فیلمی هست که بچه های ایرانی ها در انگلستان در لندن چندین بار پخش شده ولی یک بار دیگه نگاه کنید این خیلی قشنگه نگاه کنید خواهش میکنم که بچه های ایرانی پرچم شیر و خورشید رو آویزون کردن در سفارت ایران که اشغال شده بود چرا اینطور شد؟
چرا انگلیس ساکت بود؟ بس میتونین شما برنده بشید، میتونین قدرتشو دارین، چون قانون خودته که این ساختمون مال منه و این ساختمون باید پرچم شیر و خورشید باشه، نه کسی دیگه. نتونست جلوتون بیسته. نگاه کنید، خواهش میکنم، نگاه کنید. سیاوش اگر بشه همین سه دقیقه نیمش رو پخش کنید کافیه، چون برسیم به همه چی. سه دقیقه اولش خیلی کافیه. ما طرفداران نظام پادشاهی هستیم، ولی نمیخوایم که عقیده خودمون رو به کسی زور بقبولیم. به خاطر همون اینجا نوشتیم که رأی مردم، هر کس که رأی مردم رو انتخاب نکنه دشمن ایرانه. رأی ما رضا شاه دوم یا رضا پهلوی، حالا هر چطور میخوندید، آینده ایران. انگلستان گرفتیم، این خیلی مهمه. خاک ایران رو از انگلستان گرفتید، قدرتتون رو نشون دادید. نگاه کنید به اتحادی که بین ملت سوریه با ملت ایران اتحاد کردم. یک ویدیو کلیپ بارها شاید دیده باشید، ولی جالبی این قسمت دیدیم افرادی که از طرف سوریه بودن عکس بزرگ شاهزاده رو گرفته بودن دستشون، میگفتن اتحاد، یعنی ما با تو اتحاد میکنیم، و پرچم شیر و خورشید دستشون بود، ما با شما اتحاد میکنیم. و مزدورای عکسای مزدورای موسوی و کروبی هم انداخته بودن کنار به عنوان مزدور نگاهشون کنید. خیلی جالبه ملت، که ملت سوریه قشنگ میدونن با کی اتحاد کنن، قشنگ میدونن با کی اتحاد کنن. نگاه کنید. و واقعا تبریک به همه تون میگم که روز 22 بهمن روز واقعا افتخار آغاز بود. برای همین به من امروز قرمز پوشیدم، به خاطر ولنتاینز واقعا خوشحال هستم، چون دو تا خاکریز رو شما شکوندید. نگاه کنید و درود بر ملت سوریه، واقعا درود برشون. نگاه کنید. Right!
باز رامی ما آدم و رماز عزیز ملاحظه فرمودی دیدید خیلی مدرک به این قشنگی ملت سوریه با ملت ایران اتحاد عکس شاهزاده بالا و پرچم شیر و خورشید این خیلی مهمه میدونن چی کار دارن میکنن میدونن چیه شما چندین بار دیدید که پرچم کثیف جمهوری اسلامی رو چندین بار آتیش زدن میدونن اصلاح طلب ها شکست خوردن تموم شد داشتن این شما رو نگر میخواستن بدارن برای 25 سال دیگه برای همینه این سازگار دنبال میره توی چای مستراب هرچی کثافت میاره بیرون و میذاره جمعشون کنه به عنوان کنفرانس که بتونه یک کاری بکنه دست پا بکنه و سوخت همش هم داره میسوزه دیگه نمیتونن نگر دارن بازی هاشون دیگه همه شکست خورده بازی های همیشه شکست خورده چه در داخل ایران چه در خارج از کشور برای همین شروع کردن بمبگذاری که بتونن دومش رو تکون بدن یک حمله ای بهشون بشه هموطن اگر 23 اسفند بلند نشین تمومتون میکنن این دیگه بستگی به خود ایران داره تا اینجا خوب اومد اینجا رو همه چی مشخص شده حتی اصلاح طلب ها دیگه محل اینا دیگه نمیدن فهمیدن کلک بوده ملتی که دنبال اصلاح طلب ها بودن فهمیدن چه در خارج از کشور چه در داخل کشور کجا هم محسیان کجا بودن مگه نگفتن 25 بهمن بیرم بیرم کجا بودن کجا نشون دادن که بگی تو تهران یا خیچر زمان بیرم ما هستیم برای 25 من چه در خارج از کشور چه در داخل کشور سوخته شدن نگاه کنید تنها اینا نیست اتحاد کردن با شما ملت افغانستان با شما اتحاد کردن ببینید چیکار کردن با جمهوری اسلامی ببینید ویدیو کلیپ رو ببینید ملت افغانستان با شما شدن این خیلی جالبه قبلش رو بدونید چیکار کردین شما برید نگاه کنید ملاحظه فرمودین افغانیان خسته شدن از اینا چقدر کشته بدن چقدر دیگه باید کشته بدن فهمیدن یک صحنه ای رو میخوام بهتون نشون بدم واقعا باید افتخار کنید همتون دیگه با شخص به نام امید دانا آشنا هستید که در مبارزه کرد زندان رفت و اومده خارج و هنوز داره مبارزه میکنه هنوز هم نشسته و صدای بچه هایی که در زندان هستن به دنیا داره میرسونه که بچه ها تو زندان هم دارن شکنجه میدن دارن شکنجه میشن دارن کشته میشن دارن با زخم باید بخوابن با زخم باید بیدار بشن صداشون و این جالبی این در روز 22 بهمن
آقای دانا وقتی وارد صحنه میشه با بابا پرچمش با چند تا دوستاش که همه میدونن طرفدار شاهزاده و طرفدار پادشاهی هستن، همتون دیگه مشخصه قایم موشک بازی نمیکنیم، ولی بقیه قایم موشک بازی میکنن، اصلا نمیدونن خطشون چی هست. ولی وقتی وارد میشه افرادی اونجایی که بودن بچهای چپ بودن که درود بر همشون، درود بر همشون، اونا اومده بودن در اون صحنه و داشتن مبارزه میکردن. باورتون میشه چی کار کردن بچهای چپ؟ بلنگوشو دادن به آقای دانا، گفتن تو صحبت کن. این بهترین صحنه است، این اتحادتونه. درود بر بچهای باور، بچهای چپ که این کارو کردید. درود بر آقای دانا. برید نگاه کنید و این صحنه واقعا نگذارید. این اتحاد سوریه، اتحاد بس با ایران، با افغانستان، سوریه بستن و بچهای چپ با دانا نشستن، بلنگو خودشون رو دادن به دانا، گفتن تو صحبت کن. برید نگاه کنید، برید با هم نگاه کنید. سه دقیقه اگر بشه پخش کنید عزیزم. آقای بوداقی که ما 3 ماه بودم و بهنام ابراهیم زده، من حالا بقیه دوستان هم خانم نسرین رو مثلا چند بار توی بهداری دیدم. میخوام در مورد اینها چیزهایی رو بگم، شاید اعدام برای شما فقط شنیده شده باشه. من در مورد اعدام فرهاد وکیلی فقط بگم، وقتی داشتیم ایشون با ما داشت زندگی میکرد اونجا، همه با هم بودیم، بلند شد. اینا اینقدر جمهوری اسلامی وقاحت رو به جایی رسونده که روزی که میخوان زندانیان سیاسی رو اعدام کنن زمانش رو مشخص نمی کنن. روشن نیست که اینا چه روزی میخوان اعدام بشن. فرهاد وکیلی وقتی که اومده بود داشت یه حیات والیبال بازی میکرد با بچه ها، ساعت 4 بعد از ظهر صداش کردن، گفتن بیا که رئیس زندان کارت داره. 19 اردیبهشت 89 فرهاد بلند شد رفت، تا شب نیومد. خیلی سخته برای ما که ساعت 5 صبح بلند شدیم از خواب به صبحگاه میزنن و ساعت 7 ما یه رفعه دیدیم که توی اخبار دارن میگن فرهاد وکیلی اعدام شده. با کسی که تا دیروز با هم بودیم میدیدیم فردا اعدام شده. و این اعدام ها وقتی که زمان مشخص نمی کنن خیلی دردآورتر میشه برای خانواده ها. خیلی از خانواده ها بودن مثل همین آقای جعفر کاظمی، آقای حاج آقایی، چون دوشنبه ها روز ملاقات ما بود، یک شنبه 5 بعد از ظهر اینا رو بردن، ساعت 6 صبح اعدامش کردن. خانومش که نامش رودابه بود اومده بود، رودابه کاظمی که اومده بود، ساعت 7 صبح اومد که با شوهرش ملاقات کنه، دید اعدامش کردن شوهرشو. اینجا خیلی دردناک بود که وقتی من مادرم اومد با من ملاقات کنه، فقط داشت گریه میکرد که میگو خانم رودابه کنار من بود که اومده با شوهرش ملاقات کنه، گفتم برو جنازه شوهرتو ببین. جمهوری اسلامی فقط با اعدام میخواد پاورجا بمونه، ولی زندانیانی که همین آقای سعید ملکپور یکی از زندانیان بسیار نابغه است، یک سال خورده این نزدیک یک سال 4 ماه سری اول فقط توی انفرادی نگرش داشتن، مجبورش کردن اعترافات دروغین بکنه و طبق همین قانون ارتجایی ولایت فقیه و اسلامی خودشون که 1400 سال ما رو نابود میکنه، طبق همون قانون اگر جرم سعید مشخص بشه 6 ماه تا 2 سال حکم داره نه اعدام. و همین قانون اسلامی خودشون هم اینا پایبند نیستن. سپاسگزارم از همگی. پاینده ایران، جاوید، جاوید، تمام مردم ایران، جاوید آزادی، پاینده ایران. بدرود. درود بر تو امید جان، درود بر تو، درود بر تو و درود بر تمام بچه های چپ، هر کسی بودن من نمیشناسمشون، درود بر اونا که با هم دیگه قشنگ کنار هم داد زدید. درود بر همه تو. میبینی این شخص خانومش رو، همسرش رو ترک کرد و هنوز داره مبارزه میکنه، هنوز داره به ملت میگه بچه ها تو زندان هم دارن اعدام میشن، دارن کشته میشن. شماها کجایید؟ شماها کجایید؟ هنوز دوباره چی میگردی؟ رهبر؟ هنوز میخواین آشکار صحبت کنید در امروز برنامه آقای مهبودی؟ باید آشکار با ملت باشید؟ هر لحظه ممکنه حمله کنن به ایران. این بمب علکی نیست که امروز پخش منفجر شده، اسم ایران رو برای ملت ایرانی رو گفتن این کار رو کردن. 5 نفر علکی نیست، در زمینه رو آماده میکنن برای حمله. این چه لالاییه برای خودتون دارین میخونید؟ چرا قشنگ رسوانی میگین که ما شاه رهبر شاهزاده داریم و مردم هم میخوانشون؟ بیاییم که از این شروع کنید. چرا کار رو تموم نمی کنید؟ چرا شما اتحاد رو
نمیخوایم انجام بدی؟ چرا سوریه میفهمه، افغانی میفهمه، چپ میفهمه، شماها نمیفهمید؟ چرا؟ میخوایم حمله بشه؟ امیدوار روز براتم سده ما به پادشاه ما نشون دادیم و ملت نشون داد که ما رو ببخش، پادشاه ما رو ببخش. نشون دادن به پادشاه، به روحش نشون دادن، به رضاشاه نشون دادن که دیگه نه موسوی رو قبول داریم، نه کروبی رو داریم، نه اصلاح طلب رو قبول داریم، نه اینو، نه آنو، نه آن. سوخته شدن. و واقعا این آهنگ رو بیدیم گوش بکنیم، من رو ببخش پادشاه. امیدوارم با بخشش پادشاه برای روز برادرزده انرژی مثبتی در دلها همتون بیدار بشه و شروع کنید برای 23 اسفند. اگر نکنید اسرائیل حمله میکنه و هیچ کس همه نگاه میکنه و نگاه میکنه که چجوری کشته میشید. نگاه کنید و گوش کنید به این شعر، پاد شما رو ببخش برای روز برادرزده. بریم نگاه کنیم. ندیده می گرفتم التماس اون نگاه نگران، منو ببخش که گرفتم جای دست عاشق تو، دست عشق دیگرون لایق عشق بزرگ تو نبودم. خورشید بود غافل از معجزه تو شد وجودم، اسیر جادو منو ببخش که درخشیدی و من چشمامو بستم، منو بخشیدی و من چشمامو بستم، منو ببخش، منو ببخش، منو ببخش، منو ببخش. تو به پای من نشستی یا جدا از تو نشستم، چه نیاوردی به روی هر جا دلت رو می شکستم، منو ببخش، منو ببخش، منو ببخش، منو ببخش. من احمد هم عزیز، امیدوارم پادشاه
محمد رضا شاه و رضا شاه امروز روز بناتنز ما رو ببخشه و ثابت کردیم که ما اشتباه کردیم. 22 بهمن و 25 بهمن ثابت شد که به دنیا که ملت ایران متوجه هست بازیشون چیه. عزیزان من، این نیروی الله اکبر، نیروی تفنگ، اگه به عنوان اسلحه نگاش بکنید یک تفنگ آبکیه، یعنی کار نمیکنه. اگر کار میکرد برای جمهوری اسلامی کار میکرد، اگر خدایی براشون بود برای باور کنندش استفاده میکرد. برای همین به خودشون به نیروی تفنگ و اسلحه و چاقو و قمه و نمیدونم از این افراد استفاده کرده، از با نیروی الله و اکبر و نمیدونم پشت سرش و این چیزا خودشون میدونن آبکیه. این تفنگ آبکی رو دادن به شما و شما وقتی میان تو خیابون میگین الله اکبر کار نمیکنه، مگر برای سوریه کار کرد؟ کار نمیکنه. این نیرو، شما باید نیرویی رو پیدا کنید، اسلحه‌ای رو پیدا کنید که برای شما کار کنه. اون نیرویی که باید کار بکنه، برید این ویدیو رو ببینید، باید با این صدا باشه، با این اسم باشه که اون نیرو وارد این شکم بشه، دل بشه و بدون وقتی در خیابون باشید با قدرت بیرون باشید. با نیروی الله اکبر آبکیه، با نیروی جاوید شاه. نگاه کنید این فیلمو، من منظورم این فیلمو برید ببینید سیاوش جان، کلوم با جاوید شاه باید شروع کنید. نگاه کنید چه نیرویی پیدا میکنید، گوش کنید. این اسلحه برای شما کار میکنه، این الله اکبر برای شما کار نمیکنه. باورم بکنید، بشینید فکر کنید، یک فقط فکر کنید. اگر کسی صدای من رو میبینه میشنوه یا تصویر من رو میبینه، خواهش میکنم فکر کنید با چه نیرویی باید بیان بیرون جلوی این شیطان. فکر کنید فقط، این دیگه انتخاب با شماست. من میخوام یه عکسی رو به شما نشون بدم، این قشنگترین عکسیه که من میتونم به شما، به زیباترین عکسیه که دیروز انتخاب دارم میکنم نشونتون بدم، که از طرف ملت، از تمام ملت، ملت ایرانی روز ولنتاینز رو به شاهزاده تبریک میگیم و با این بوسه از طرف ملت برای شاهزاده. بریم این عکس رو نگاه کنیم، این بوسه از طرف تمام ملت ایرانی هست به شاهزاده رضا پهلوی. این روز ولنتاینزه که ما به عشقمون بوسه میزنیم. نگاه کنیم چه عکس زیباییه، کلاش هم برداشته و بوسه رو میزنه روی شاهزاده. من از دوستان پرسیدم این شخص رو میشناسیم، یکی از دوستان گفت اشکانه و هر کس هست. واقعا این بوسه از تمام طرف ملت ایران زدی و واقعا روز ولنتاینز رو به شاهزاده تبریک میگم که همه دوست داریم شاهزاده. هم سوریه نشون داد، هم هر کسی رو در هر زاویه در ایران هم نشونتون دادن. صدها مرتبه عکس شما رو پخش میکنن و شما رو میخوان، ولی اینا هنوز میخوان دنبال رهبر میگردن و آشکار کار بکنن. شاید آشکار کار کردن بتونن کاری بتونن بکنن بر ملت. بیایم چون وقت کمه، هموطنان عزیز، سپاسگزارم از سیاوش که خیلی زحمت میکشه، سپاسگزارم از آقای وطنخواه که اینقدر واقعا زحمت میکشه و این تلویزیون رو برای ملت ایران باز کرده و امیدوارم ما لیاقت این رو داشته باشیم که وقتی دوستان میان 5 تا 3 تا میدن با افتخار بدن و میگن که با افتخار میدیم به راه و به شما. امیدوارم ما هر کسی که در این تلویزیون میاد صحبت میکنه افتخار باشه برای تمام ملت ایران. عزیزان من بدرود میگم، برنامه بعدی با آقای وطنخواه هست، تلاش نذارید و کنارش باشید و نذارید خسته بشه، نذارید فشار بیاد روش. واقعا مشکل با این وضع اقتصاد و نذارید یک نفر اینجوری تمام کردیت کارتش از بین بره که به خاطر اینکه شما نجات پیدا کنید. امیدوارم در کنارش که حرفاشو گوش میکنید
کمکش هم بکنید. با امیدوارم این حداقل 500 نفر درست بشه. باورم بکنید دیگه حمله مون شروع میشه بیشتر 24 ساعته 48 ساعته. باور کن چون روزای حساس هست. و بدرود با شما میگم تا فردا. امیدوارم که خسته نباشید و این افتخار واقعا برندگی دو تا خاطریز مهم رو شما زدید زمین و این افتخار مال همه ملت ایران است. و بچهای ایران ببینید چی میخواد. دو تا ایرانی دو تا آریایی پیغام به شما میدن. این ویدیو کلیپی که میبینید واقعا ببینید چی میخواد. انرژیشون رو از کی دارن میگیرن. ببینید بچهای ایران انرژیشو از کجا میگیرن. ببینید. بدرود تا فردا. سپاسگزارم. که تو ایران من در راه خاطت فدای جان من دور با نیرنگ بیگان زتو خاک پاکت ارتضایی دان من یاد کن میهن پرستانی که با مردانگی جان سپردن در راه آزادگی هر زمان هر جا به پاس از خاک تو سر بلند از سلطه بیگانگی ایران ایران من ایران ایران من ایران ایران من ایران ایران من چمن وقت تو هم بستگی باشد میاد.